عرض ادب و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز و ارجمندم. مجدداً اجازه بدید سال 2015 رو شاد باش بگم، یک سال خجسته و فرخنده رو برای همه جهان آرزو میکنم. آقای امیر درخشان برنامه رو دعوت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم و با احترامات فائقه به همه بینندگان تلویزیون ایران فردا. امروز برنامه جالبی داریم، اما قبل از اون اجازه بدید که این منظومه رو هم برای شما بخوانم و احساس بکنم برخی خیلی ناامید شدن، برخی البته معتقدن که انقدر ناامیدی انبوه شده و یأس کلان و بزرگ که در انتهاش حتما روزنه ای پدید، یعنی انتهای دهلیز روزنه ای هست. باز دکتر نوریالا صحبت میکردم، میگه ما تمام این سالها از این شیبه کوه بالا رفتیم، داریم به نوک قله میرسیم، این سرنوشت محتومه، بالاخره ایرانی ها به قله خواهند رسید و بعد دوره بازگشته و دوره‌ای که باید سراشیبی رو طی بکنیم. من مطمئنم که فاصله چندانی با اون روز موعود نداریم. دریا شبیه تاریخ، تاریخ مثل دریاست، هر دو عمیق و سرکش، هر دو دمان و مواج، در جزر و مد دائم، در افت و خیز بسیار، این کپه کپه آتش، وان چرخه چرخه گرداب. خواهی که بگذری امن از این گدار ناامن، گه بادبان فروکش، گه بادبان برافراز. گاهی که نیست راهی یا آنکه چاره ای نیست، دست از تلاش بردار، آتش به باد بسپار، سکان و بادبان را بر حال خیش بگذار، شاید که چاره صبر است. صبر فراوان برای شما همینان عزیز و ارجمندم در سال 2015 آرزو میکنم. دنیایی که ما درش زندگی میکنیم متاسفانه امروز روز دنیای مطبوعی نیست، دنیای دلچسبی نیست. سال 2014 با همه روزهای بدش، لحظه‌های دهشتناکش رو پشت سر گذاشتیم، تاریخ همین. فقط خاطره ای از اون روزهای خوش و ناخوش در ذهن ماست. امیدوارم امسال سال تعیین سرنوشت باشه برای دنیا، دنیا راه خودش رو انتخاب بکنه، این خشم و خشونت، قاچ برداری بسیار گسترده در تمام خاورمیانه و در شمال آفریقا و بخش‌هایی از آفریقا و دیگر کشورهای دنیا، خب نشانه‌های روشنی از دگرگونی‌های بزرگ بود. امیدوارم که دنیا بتونه به تدریج نظم خودش رو پیدا بکنه، چون نظم نوین جهانی دستخوش تکانهای شدید شده. ما برگشتیم به همون نظم کهنه، یعنی دوران بی‌ثباتی، تنش، ناامنی و دگرگونی به ویژه در مرزها. از بازار موسیقی عبور میکنیم، کار قشنگی رو گوش میکنیم به اتفاق و برمیگردیم و برنامه رو پی میگیریم. جان مریم چشمتو با کن، منو نگاه کن، شد هوا سفید، در اومد خورشید، وقت به اون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزها. آی نازنین مریم، آی نازنین مریم، باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، کاش می‌خوابیدم،
نمیدونه چه پرفاریم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، یا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گرد و مارو. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم. بیا بیا نازنین مریم. مریم چشماتو با کن، منو نگاه کن، شاد هوا سفی در اومد خوشی، وقت اون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن، بشین روانه، بریم از خونه شونه به شونه، به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، جمونه دونه به دونه، دل نمیدونه چه کنه با این غم. خب همین رجعت امروز عجیبه، من داشتم میومدم بنزین زدم سوختگیری و بنزین سوپر در یک محله نسبتا ثروتمند نشین در همین شهر لس آنجلس 2.76 $2.76 یعنی چیزی حدود 4 لیتر بنزین $2.76 خود نشون دهنده این که بازار نفت سخت تحت کنترله. همیشه وقتی که بحران‌های مسلح پیش میاد در کل منطقه خاورمیانه در کشورهای نفتخیز، خب قیمت نفت با جهش روبرو بود. یه موقعی من یادم آقای احمدی نژاد در پی این بود که با سخنرانی های تحریک کننده و بر زبان آوردن برخی تهدید و تحریب ها بویژه علیه اسرائیل و علیه غرب، بهای نفت رو به طور تصنعی بالا ببره و یک بار حتی امید داشتن با طرح مسئله هجری یا مسئله هولوکاست یا بستن چنگی هرمز قیمت نفت رو کشن رو 200 تا 400 دلار. یعنی که میبینیم امروز بهای نفت رو به کاهش، من مجموعه تجزیه و تحلیل هایی رو که خوندم چه تحلیلگران اروپایی چه آمریکا، همه حاکی از اینی که کاهش بهای نفت سیر نزولی خودش رو کماکان ادامه خواهد داد. خود سعودی ها هم گفتن اگه حتی قیمت نفت به 20 دلار هم برسه حاضر نیستن که صادرات رو بالا ببرن، تولید رو افزایش بدن. البته به میزان عرضه و تقاضا هم در بازار نفت که خیلی مهمه در حال حاضر، میدونیم که برخی از واحدهای تولیدی به ویژه در کشور چین امروز میزان درخواستشون شبیه گذشته نیست، خیلی سطح درخواست رو پایین آوردن به خاطر کاهش تولید. اینا همه سهم اساسی داشته، به ویژه این سیاست ایالات متحده آمریکا در تولید نفت ارزان که خودش باز در کاستن قیمت نفت بسیار اثرگذار بود. از این که در برنامه امروز همینجا بریم به سراغ یک کارشناس، حالا لحظات دیگر با او گفتگو کنیم بر سر موضوع نفت، ببینیم که منشأ این کاهش نفت کجاست، قرار تو که ادامه پیدا بکنه، کارشناسان چه میگن، بعض کمپانی های نفتی در چاله، وضع کمپانی های نفتی تا اونجا که ما میدونیم برخی از کمپانی ها دارن حتی از شمار کارمندان خودشون کسر میکنن
البته در زمینه نفت خام، ولی مشتقات نفت به نظر میرسه که بازارش گرمه و شرکت های نفتی بیشتر تمرکز کردن روی تولید مشتقات نفتی و کسب درآمدهای سرشار، یعنی خرید نفت ارزان، انبار کردنش و پرداختن به تولید مشتقات نفتی. میدونیم که شمار مشتقات نفتی سر به 200 میزن، 200 نوع ما مشتقات نفتی داریم با قیمت گران. ما نفت خام میدیم و چی میگیریم؟ متاسفانه همون مشتقاتش رو با بهای بسیار گران. درود میفرستم به آقای مهندس شاهین نجات در تکساس. درود بر شما، خوشحالم که صدا شما رو میشنوم و دوباره شما رو میبینم در تکساس. منم خوشحالم فرصتی است که با شما خدمت همیهنان ارجمند باشیم. الان داشتم به هموطنان میگفتم امروز آمدم بنزین زدم در یه پامپ بنزین در محله نسبتا ثروتمند نشین، چون اینجا آزاده دیگه، باها رو خود پامپ بنزین ها به نسبت محل انتخاب میکنن. خب 2.76 سوپر و این بسن باور کردنی نیست. آقای نجات چه خبره؟ گرون زدین آقای میرودی. در تگزاس دیروز ما اینجا بنزین معمولی البته 1.99 بود. عجب، 1.99 زیر 2. جالبه. آقای میرودی، نفت سلاحیست که کمر میشکنه، ممکنه صداش در نیاد، دود نداشته باشه، کشت و زخمی نداشته باشه، اما سلاحیست که خیلی کشنده است و اقتصادها رو میکشه. برخلاف برخی نگاه ها که فکر میکردن دوران استفاده از نفت به عنوان یک سلاح یا وسیله تهدید تموم شده، در آینده قابل درک، حالا 30 سال 40 سالی که به هر حال ما میتوانیم ببینیم و حس کنیم، نفت همچنان مهمترین کالای بین المللی خواهد بود. در نتیجه این جریانات رو باز هم باید بشود انتظار داشت. نه انرژی خورشیدی، نه انرژی موج، نه انرژی گرمایش زمین، باد و این گونه انرژی های تجدید پذیر حتی در مجموع به 1-2% هم از مصرف انرژی جهانی نرسیده و بنابراین نفت همچنان برای دست کم دهه هایی که ما میتوانیم حس بکنیم پیش تازه. خب مهندس نجات، یه موقعی بود از شیر نفت استفاده میشد برای اعمال نظرات و نیات سیاسی، امروز درست برعکس شده. یعنی امروز خود شیر نفت تبدیل شده وسیله خونسا، یعنی حتی کاری از دست کشورهای تولید کننده بر نمیاد، نمیتونن هیچ کشوری رو تهدید بکنن به بستن شیر نفت. چه اتفاقی افتاد که ما به چنین، یا بازار نفت به چنین روزی افتاد؟ این آقای میبودی برمیگرده به این که شیر نفت قبلا بسته میشد برای تهدید، الان شیر نفت توسط تنها کشور در جهان که امکان افزایش تولید نفتش رو در کوتاه مدت داره، یعنی عربستان سعودی، این بار شیرهای نفت باز شده به منظور دستیابی به اهدافی که خودشون دارن. ما همیشه میگفتیم و هنوزم میگیم که اقتصاد حرف اول رو میزنه و تمام دعواها سر پوله. خب باید بسیار زیادی درسته. تو این زمینه کشوری که خودش در حقیقت با افزایش تولید باعث شد که قیمت کاهش پیدا کنه و الان از حدود نزدیک 100 دلار به حدود 50 دلار رسیده، یعنی نصف شده. خب هر کشوری که صادر کننده بوده درآمدش نصف شده، این شوخی نیست. عربستان سعودی 340 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته که با نصف شدن قیمت عربستان سالی 170 میلیارد دلار از دست میده. این رقم چیزی حدود 130 میلیارد دلار برای روسیه است، روسیه ای که بعد از عربستان بزرگترین صادر کننده بوده. و برای ایران خب با توجه به اینکه ایران تو تحریم بود و میزان تولیدش کم بود به اندازه روسیه و عربستان، مطمئنا نیست چون تولیدش خیلی از اونها پایین تره، اما برای اقتصاد ایران هم کمرشکنه. بنابراین از نظر دلاری اگه نگاه بکنیم، همه بازنده غیر از مصرف کننده، من و شمایی که اینجا بنزین میزنیم و تولیدات صنعتی، کارخانجات صنعتی که باید از سوخت استفاده کنن برای خط تولیدشون، اونها هم برندن، بازنده کشورهای صادر کننده هستن. چرا باید همچین اتفاقی رخ بده آقای مهبودی؟ چه
عاملی ممکنه مهمتر از 170 میلیارد دلار زیان برای عربستان سعودی باشه؟ یعنی یه کشوری خودشو ببره یه همچین کیفر سنگینی بده که چه چیزی بخواد به دست بیاره. به طور مشخص دو سه سال گذشته اعلام آماری که میشد در امریکا و کانادا بسیار بسیار شگفت انگیز بود، ولی درست بود. افزایش تولیدی که امریکا و کانادا داشتن، به ویژه امریکا، از روی میادین غیر متعارف، میادین آنکانونشنال، میادین غیر متعارف میادینی بودن که نفتشون به طور عادی قابل برداشت نبود، باید با تکنولوژی جدید برداشت میشد، خیلی گران در میامد، ولی با قیمت نفت 100 دلار حتما به صرفه بود. تکنولوژی جدید فرکینگ کمک کرد در کانادا نفت سنگینی که حالت جامد داشت موفق شدن با روش‌های حرارتی در بیارن و باز هم سوده بود. و این افزایش تولید که فکر میکنم 2013 امریکا یک رکوردی زد، 1 میلیون بشکه افزایش در روز، یعنی در ظرف یک سال تولیدش از هر مقداری که بود به 1 میلیون بیشتر رسید. این یک رکوردی بود و زنگ خطر بود، همچنان که پروجکشن میکردن، پیشبینی میکردن که امریکا میرود که تا سال حالا حدوداً 2022-23 از نفت خاورمیانه خودکفا بشه و نیازی به نفت خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس نداشته باشه، چون خود امریکا و کانادا میتوانستن همدیگر رو پاسخگو باشن. فراموش نکنیم امریکا امروز 18 میلیون بشکه در روز مصرف داره که بخش عمده ایش واردات حدود 40% و این افزایش تولید موجب میشد که این واردات رو به مرور کم بکنن، به جایی برسه که امریکا بگه دیگه من نیازی ندارم نه به اوپک، نه به عربستان، نه به منطقه خلیج فارس. خب این روند خیلی موفقی بود، شرکت ها خوب پول در می آوردن و تمام شرکت های نفتی در ایالات متحده، از اونجایی که من تو این صنعت هستم میتونم حتی آمارم بدم، که پولهای هنگفتی رو میریختن در این میادین نفتی غیر متعارف و اینها دور و بر فرض کنید 60 65 70 دلار سودده میشدند. بنابراین برای قیمت نفت 90 دلار 100 دلار شرکت نفتی سود میبردن، دولت امریکا هم راضی بود و مصرف کننده هم خوشبین بود که به هر حال این تولید داره میاد و یک امنیت در عرضه کالا هست. حالا عربستان سعودی با این اقدامی که انجام داد، شرکت‌های نفتی رو که به هر حال شرکت خصوصی هستند، شرکت سهامی خاص یا سهامی عامن، اینها رو کلن از سرمایه‌گذاری بیشتر در این میادین غیر متعارف باز داشت. یعنی شما وقتی قیمت نفت رو میرسونی به حدود 50 دلار و در خاورمیانه 40 و چند دلار، وقتی شما میتونی قیمت نفت رو بخری 48 دلار 50 دلار، هیچ وقت نمیایی که بروی و میدانی به تولید برسونی که برات 65 70 دلار در میاد، چاه نمیزنی، حفاری متوقف میشه و اون روند افزایش تولید داخلی امریکا به شدت میسته و حتی در برخی از موارد کاهش تولید رو هم شما شاهد هستید. خب شرکت های نفتی اعتمادشون رو به این میادین غیر متعارف از دست میدن، سرمایه گذاری ها رو قطع میکنن. اگر این جریان، یعنی کاهش قیمت نفت وضعیت امروز طولانی بشه، چند ماه دیگه طول بکشه، مطلقاً شما یک دلار سرمایه گذاری تو اون میادین نخواهی داشت و بنابراین امریکایی که قرار بود سال 2022-23 حالا به گفته خودکفا بشه از نظر انرژی از خاورمیانه، برای سالهای بیشتری درگیر خاورمیانه و منطقه خواهد بود و این تنها انگیزه میتونست باشه برای عربستان سعودی که به نوعی به هر حال از نظر امنیتی ترجیح میده که عربستان در منطقه باقی بمونه، به خاطر حقم داره احتمالاً بی‌اعتمادی بسیارش به اسرائیل و ایران از دو سو، اینکه امریکا بتونه برای دهه‌های بیشتری در منطقه بمونه انگیزه رو داشته باشه و برای کنگره، برای مردم، برای افکار عمومی این دلایل قابل توجیه باشه، در حقیقت شاید موتور محرکه بود پشت سر تصمیم عربستان سعودی برای اینکه اینگونه یه همچین شوکی رو به بازار انرژی جهان وارد کنه. و خب در کنارش ما به قول امریکایی میگن ساید افکت، در حقیقت میشه اثرات جنبی که حالا ما داریم میبینیم، اثرات جنبی
روسیه به شدت تحت فشار آقای پوتین گفت 2015 سال بسیار سختی براش خواهد بود. پس از توکتازی هایی که پوتین داشت در مورد اوکراین، تهدیدی که اروپا رو میکرد به خاطر گازی که به اروپا میداد، انتظار یه همچین سیلی نداشت و این کاهش درآمدهای روسیه، کاهش درآمد حاصل از نفت به میزان 50%، خیلی از بلند پروازی آقای پوتین و برنامه هاشو در حقیقت نقش براب میکنه. ایران که خب جای خود داره. ما آقای میبودی، آنچنان که من یادمه از هر 100 دلاری که در بودجه سالانه داشتیم حدود برآورد میکنم، حدود 2/3، یعنی 65 دلارش هزینه های جاری کشور بود و گویا چیزی بوده 35 دلار باید میرفت برای توسعه اقتصادی و پروژه های سنگین، و البته درون اونم تبلیغات بود، مسائل مساجد بود، کمیته امداد امام بود، بنیادهایی که از دولت پولای مفت میگیرن بود، ولی برهم 35% خارج از هزینه های جاری بود. حالا اون 100 دلار شما حساب کنه، اون درآمد رسیده به 50 دلار، نصف شده. خب اون 35% که از بین میره، در نتیجه اگر قرار بود جاده هم آسفالت بشه، قرار بود کارخونه هم احداث بشه، اون مسائلی که خب همه متوقف میشه، یه مقدار زیادی نون دادن به اعیان و انصار حکومت که به هر حال ارتزاق میکردن که بمونن و پشتیبانی کنن، اون نونها کم خواهد شد، شاید قطع بشه و حتی روی هزینه جاری هم، هزینه جاری کشور، حقوق کارمندان ممکنه در میان مدت و دراز مدت اثر بذاره، چون به هر حال یه مقدار ذخیره هست ولی آنچنان گسترده نیست و احتمال داره اگر همین روند ادامه پیدا کنه در ماه‌های آینده حقوق کارکنان دولت هم برقب بیفته، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، و اثر کاهش قیمت نفت یک اثر بسیار بسیار عمیق و ژرفی است که من فکر میکنم تا وسط های سال 2015 میتوانیم این اثرات رو ببینیم. آقای نژاد، این درسته که برخی از کمپانی‌های نفتی مثلا در تگزاس کارمندان بخش نفت خام رو از شمارشون کم کردن، لیاف کردن شمار زیادی رو، اما برعکس داره نفت ارزان خریداری میشه برای تولید مشتقات نفتی، یعنی اون بخش سودآور خیلی هم تصادفا فعال شده. میخوام ببینم که در این زمینه آخرین اطلاعات چی میگه. بله کاملا درست آقای میبودی. بی پی بریتیش پترولیوم چند روز پیش اعلام کرد 400 نفر رو در هیوستون فقط از کار برکنار کردن. این 400 نفر خیلی هاشون در کار حفاری بودن. وقتی حفاریشون متوقف بکنی چون نمیخوای تولید بیشتری بکنی چون به صرفه نیست، خب نیروهایی که برای مسئله حفاری داری، برای اکتشاف، برای استخراج، اونا رو کم میکنی. 400 نفر فقط در یه مرحله در هیوستون توسط یه شرکت فقط، یعنی بی پی، یه رقم درشتی است. شرکت شلمبرجر اعلام کرد که تعدادی رو برکنار میکنه از کار. شرکت هالیبرتون اعلام کرده که تعدادی بیاین یه پکیجی بگیرن، یه بسته بگیرن و بازخرید بشن و برن، ولی موج آغازینه. در حال حاضر من 3-4 شرکت رو دیدم که به طور مشخص اعلام کرده، به طور مشخص استخدام ها معلق شده، چون شرکت ها پروژه استخدامی مفصلی داشتن، همشون دست نگه داشته شده. این در مورد اون بخشی از صنعت نفتی که همچنان که شما اشاره کردین بهش میگیم بالادستی یا آپستریم، یعنی اکتشاف و تولید و بهره برداری از میادین نفت و گاز. تو بخشی که برمیگرده به پایین دستی یا دانستریم، اونجا ما به خاطر اینکه پالایشگاه رو داریم، خطوط لوله رو داریم، نفت خام ارزون خریداری میشه. درسته باید ارزون هم به مصرف کننده داده بشه، ولی اون مارجین، اون حاشیه سودی که بود دست نخورده باقی مونده. اگر شرکت نفتی احساس بکنن که این جریان پایین بودن قیمت نفت برنامه دراز مدتی خواهد بود، حتی به سوی سرمایه گذاری برای ایجاد پالایشگاه بیشتر هم خواهند رفت. ولی در اون حوزه ما استخدام بیشتری فعلا نداریم، ولی افتی هم نبوده، ولی در جریان اکتشاف و تولید و استخراج و اون بخش مربوط به صنایع بالادستی نفت وضعیت خوبی ترسیم نمیشه. الان با اینکه الان وضعیت حدود 3 ماه پیش اومده، افزایش قیمت مسکن در تگزاس متوقف شده،
یه مقداری بیزینس ها و صاحبان مشاغل در تردیدن در کارهایی که میخوان بکنن، چون به شدت میتواند اقتصاد این ایالت و به طور مشخص هیوستون رو تحت تاثیر قرار بده. و من فکر میکنم اگر عربستان به اون انگیزه که خدمتون گفتم دست به افزایش تولید به منظور کاهش قیمت زده، باید برای مدت نسبتاً طولانی وضعیت رو حفظ کنه تا بتواند شرکت‌های نفتی غربی رو کاملاً ناامید بکنه و مطمئن بشه که اینها تا چند سال بر نمیگردن سراغ میادین غیر متعارف نفتی، چون اگر کوتاه مدت باشه دوباره خب میرن سرمایه گذاری رو میکنن. بنابراین من متاسفانه فکر میکنم این قیمت دوره برای 50 دلار، حالا حتی اندکی پایینتر یا بالاتر، متاسفانه برای مدت طولانی تر، متاسفانه برای ما، خوشبختانه برای مصرف کنندگان، برای مدت طولانی شاید تا یک سال این وضعیت بمونیم حداقل. گرانترین مشتق نفتی چیه؟ نفت خام گرانتری. ببخشید آقای میبودی صداتون نشد. گرانترین مشتق نفتی چیه؟ گرانترین مشتق نفتی همین بنزینی که شما در پمپ‌های بنزین دریافت میکنید. نفت خام معمولا وقتی وارد پالایشگاه میشه اول وارد برج تقطیری میشه که در اون برج تقطیر بر اساس نقاط جوش ترکیبات مختلف میآیند و از ارتفاعات مختلف این برج که برج بسیار بلندی است خروجی هایی هست که بر اساس نقاط جوش تفکیک میکنند. از بالاترین بخش برج گاز طبیعی بیرون میاد، بعد یه مقدار پایینتر شما گازهای مثلا پروپن و بوتن بیرون میاد، گاز مایع است، بعد بخش های پایینتر به همین ترتیب سوخت جت، بعد بنزین، بعد گازوئیل یا همون چیزی که اینجا بهش به اصطلاح توی دیزل هم بهش میگن گازوئیل، بعد از اون شما میاد پایین نفت سفید که کروسن بهش میگن، همون نفت که قبلا در بخاری ها میریختن، بعد نفتای که ماده عمومی است که میره برای پتروشیمی، و بعد میایین شما نفت کوره هست که میره برای کارخانجات، مازوت هست که سوخت خیلی از قطارها بود و میاد تا پایین قیر و پارافین و دیگه مواد تقریبا با حالت نیمه جامد در میاد. این برج تختیر هر چقدر بیشتر بنزین بده، چون بنزین ماده محبوب تریست و ارزنده تریست، اون پالایشگاه داره بهتر کار میکنه و بازدهی بهتری داره، طبیعتا به شرایط نفت خام ورودی به پالایشگاه بستگی داره. بعد پالایشگاه از اینجا به بعدش فرایندهای در حقیقت بهبودی یافتن این برش های نفتی است. یعنی اگه اجازه بدید تو مهندس جان بار دیگر راجع به اون بقیه مشتقات که به نظرم حتما تشکر میکنم از شما همینان هم سپاسگزار. سال 2015 بر شما و خانواده نازنین شما خجسته و فرخنده با. خیلی سپاسگزارم همچنین به شما و همینان ارجمندم. خدا حافظ همینان ارجمند، تا دیداری دیگر.